عباس کریمی ستاره شنای معلول افغان با به دست آوردن 3 مدال در 3 سبک متفاوت توانست که سهمیه شنای معلولین جهان را به دست بیاورد که به زودی به میزبانی لندن برگزار می شود. وی در 50 متر پروانه، 50 متر آزاد و 50 متر کرال پشت توانست که نایب قهرمان شود. این رقابت ها با شرکت 20 کشور به میزبانی آلمان برگزار شده بود. خود عباس را از طریق اسکایپ از آلمان فعلا که در آلمان حضور دارن داریم و بیشتر روی این مسابقات صحبت میکنیم. سلام عباس جان، به خودت بسیار خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت هموطنان عزیز که همین‌اکنون ما را از طریق تلو نیوز بخش زنده میبینن. سپاس سلام به شما عباس عزیز. ابتدا در مورد برگزاری رقابت ها که در آلمان برگزار شده بود بیشتر وضاحت بتین که خود چیگونه انتخاب شدید به این مسابقات و بالاخره تانست که کسب سهمیه در رقابت های جهانی قرار است در لندن برگزار شده خودت راه پیدا کنی. خب این مسابقات کسب اوپن جهانی تقریبا در 7 کشور جهان برگزار شده بود که خوشبختانه ما تانستم یک مسابقات تقریبا دو ماه پیش خود امریکا در ایالت ایندیانا مسابقه دادم. گرچه اونجا من کسب سهمی مسابقات جهانی را کرده بودم، اما بازم خواستم که داخلین کسب سهمی مسابقات اوپن جهانی شرکت کنم در جرمنی برلین و خوشبختانه که تانستم کسب سهمی کنم. بسیار خوب عباس جان، خودت چگونه در این مسابقات انتخاب شدی و قبل از اینکه به این مسابقات خودت از امریکا به آلمان سفر کنی چه مدت را خودت آمادگی گرفته بودی در این مسابقات و چقدر امیدوار بودی که بتانی کسب سهمیه کنی در مسابقات جهانی؟ خب من چون در چند 4 یا 5 سبک مختلف رکورد جهانی دارم، به خاطر حق اجازه در این مسابقات دارم و من تقریبا 3 ماه در این مسابقات قرنطینه گرفته بودم، آمادگی های خاص خود گرفته بودم که هم پیروز شد و مدال بگیرم و هم کسب سهمیه مسابقات جهانی که در انگلیس در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد بکنم. بسیار خوب عباس جان، خودت در گذشته ها هم در امریکا در مسابقات کسب سهمیه و در مکسیکو که برگزار شده بود تانسته بودی که درخشش عالی رو از خود بجا بگذاری، چقدر واقعا خرسند هستی و چقدر احساس خوش داری از اینکه خودت من حیث یک معلول افغان به نمایندگی از افغانستان در این مسابقات پرچم افغانستان را به اهتزاز در آوردی و تانستی که حداقل امو ای که معلولیت محدودیت نیست را خودت ثابت بسازی؟ برای من جای بسیار خوشی است که ورزش انجام میتیم و از طریق ورزش میتونیم که یک پیام آور صلح در جهان باشیم. من ایست یک پناهجوی افغان و ای برای من بسیار یک افتخار بزرگ است که من افتخار می بخشم در مردم عزیز خود. بسیار خوب عباس عزیز، اکثریت هموطنان ما این سوال را میپرسن که خودت در مسابقات جهانی که اشتراک میکنی آیا زیر پرچم افغانستان مسابقه انجام میتی یا امریکایی که فعلا زندگی میکنی؟ من قسمی که قبلا هم گفتم و حالی هم میگم که من نظر بیرقم فعلا در مسابقات هر مسابقاتی که باشه چی بین المللی یا چی داخلی زیر هیچ بیرق من مسابقه نمیتونم. من فقط می نیست یک پناهجوی افغان که در امریکا زندگی میکنم زیر پناهجوی افغان مسابقه میکنم بنام یک پناهجوی افغان در هر مسابقات بین المللی. بسیار خوب، اگر در مسابقات جهانی که در لندن برگزار شود خودت اشتراک کنی باز هم بایست پناهجوی افغان اشتراکات کردی؟ بله، چون تنها رایش که در این مسابقات را پیدا کنم و اشتراک کنم همی رایش است که من نیست یک پناهجوی افغان مسابقه کنم. بسیار خوب عباس جان، چون در گذشته ها ما در برنامه در چند برنامه آقای حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان را داشتیم و زیادتر در مورد برنامه خودت صحبت میکرد، فعلا خود از طریق اسکایپ داریم بیشتر خودتان صحبت کنین که چگونه خودتان تانستن بالاخره به امریکا سفر کنین، همین سفر ورزشی شما چگونه آغاز شد و چگونه تانستن که به امریکا و مسابقات جهانی راه پیدا کنین؟
خب به همه داستان همه می آغاز ما از افغانستان از کابل شروع میشه که ما باید تشکری کنم از برادر عزیز خود آقای محمدی کریمی و استاد عزیزم قاسم حمیدی. اینا کسایی بودن که واقعا در ایران مرا خیلی همراهی کردن و اما عوض آبی لاجور که ساخته شده بود همونجا من هر روز میرفتم و کم کم هم علاقه مندی من زیادتر شد تا که خوشبختانه تونستم شنا رو یاد بگیرم و مسابقات بیتم در سطح سر افغانستان اول شدم. بعد از او چون که کدام حمایت من نشدم از طریق اولمپیک یا پارالمپیک افغانستان از طریق فدراسیون افغانستان، بعد از او من تصمیم گرفتم که سفر کنم ایران، از ایران ترکیه. 3 سالی که ماندم اونجا هم دستاوردهای زیادی داشتم، تقریبا 15 مدال که گرفتم از مسابقات داخلی ترکیه و بعد از او خوشبختانه تونستم که امریکا قبول شد اونجا میهی سکپانوژه افغان و خوشبختانه اونجا مسابقات بین‌المللی را شروع کردم. بسیار خوب، و در این مدت که در امریکا بودین امکانات چیگونه بود؟ از طرف کی شما مشخصا حمایت میشدین در اینجا تا تانستین که به مسابقات جهانی راه پیدا کنین؟ من اما سال اولی هم که من در امریکا آمدم پیش از اون هم کسی که مرا حمایت میکنه آقای مایک آیوز و استاد عزیز مربی عزیز دینیس بیکر، اینا کسایی هستن که همیشه مرا حمایت کردن و کمک کردن که من بتونم در مسابقات بین‌المللی راه پیدا کنم و عرض اندام کنم. بسیار خوب، و ای که خود چقدر مطمئن بودی زمانی که ورزش شنا را آغاز کردی، چقدر مطمئن بودی که یک روز بتونی بالاخره در بزرگترین مسابقات جهانی اشتراک بکنی؟ خب همه چیز با یک شوق و علاقه برگزار میشه. وقتی که از قلبن یک چیز دوست داشته باشی و باور داری که در او حتما میرسی و همه عشق و علاقه ما حمایت مردم، دعای مردم باعث ساخت که من تا اینجا برسم. بسیار خوب، و خودت در آینده ها که در مسابقات راه پیدا کنی آیا به افغانستان خواهی آمد؟ اگر به افغانستان بیایی و در مسابقات که اشتراک کنی آیا به نام افغانستان اشتراک خواهد کردی؟ انشاءالله بعد از مسابقات بازی های پارالمپیک یا پیش از اون من تلاش دارم که یک بار بتانم کابل بیایم و فعلا تصمیم من ندارم که من زیر پرچم افغانستان مسابقه کنم. دلیلش در چی است آقای عباس؟ خب من وقتی که در امریکا قبول شدم از طریق سازمان ملل در امریکا، یعنی در امریکا پناهجو قبول شدم دیگه. بعد از 5 سالی که پوره میشه من یعنی مثلا سیتیزن امریکا میشم. بعد از او اجازه رو ندارم که همیالی هم اجازه رو ندارم که زیر پرچم افغانستان مسابقه بدم. یعنی به اساس قوانین خودت نمیتونی که زیر پرچم افغانستان؟ بله. بسیار خوب، و خودت پیامت به سایر معلولین خصوصا معلولین افغانستان در بخش شنا چی است تا بتونن مثل خودت یک روز به مسابقات جهانی راه پیدا کنن؟ پیام ما به اونایی است که همیشه دست از تلاش زحمت نکشن و همیشه کوشش کنن که یک رشته خوب و مثبتی را برای خود انتخاب کنن، چی ورزش باشه یا چی درس، همیشه ادامه بیتن، مایوس نباشن و هر آرزو و هدف که داشته باشن میرسن. بسیار خوب، و عباس جان روی برنامه آینده تا کم صحبت کن و مسابقات که البته جهانی است به میزبانی لندن برگزار میشه صحبت کن که چند وقت بعد دقیق برگزار میشه و آمادگی هایی که خودت باید در این مسابقات بگیری چگونه خواهد بود؟ تقریبا 3 ماه یا 2.5 ماهی که در مسابقات جهانی در انگلیس در لندن در ماه سپتامبر مانده و من از یالی تلاش دارم که آمادگی خاص خود بگیرم برای مدال. بسیار خوب، و حضور در مسابقات جهانی خصوصا در میان ورزشکاران نخبه جهان چگونه برای خودت بود اولین تجربه؟ با وجودی که من 4 مسابقه خود در این مسابقه چهارم شدم، اما خوشبختانه تونستم که دیروز در 2 مسابقه 200 متر IM و 50 متر پروانه مدال کسب کنم و در 3 سبک مختلف دیگه
50 متر پروانه، 50 متر کرال پوش و 50 متر فری استایل کسب سهمیه مسابقات جهانی کنم. واقعا آسان نبود، بسیار سخت بود، اما من آمادگی ای را گرفته بودم که نباید ببازم، باید پیروز شم. بسیار خوب. و در این قسمت که خودت افتخارات زیاد را کسب کردی، گای فدراسیون شنای افغانستان یا کمیته ملی المپیک با شما در تماس شدن؟ اگر در تماس شدن، وعدای اونا چی بودن بالاخره و چقدر از شما حمایت کردن؟ نه خیر، من از روزی که داخل مسابقات بین المللی شدم، بجز که در رسانه ها من پخش شدم یا در فیسبوک، اینستاگرام، دیگه من کدام تماسی از فدراسیون شنای افغانستان یا از المپیک افغانستان کدام تماسی با ما نگرفته. آها، بسیار خوب. با امید موفقیت بیشتر در بازی عزیز، سپاس از حضور در تلونیوس.